عبدالله ابن شداد بنابر نقل مسند احمد از پدر خودش نقل می کند که ایشان یه ای خاطره ای رو تعریف کرد. میدید یک روزی نماز ظهر یا عصر بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با حسن یا حسین رو دستش رو گرفته بود این کودک رو و به مسجد اومدند و رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را شروع کردند و حسن یا حسین را در کنار خودشان نشاندند و نماز را شروع کردند میگه در همین هنگامی که ما نماز میخواندیم در سجده که رفتیم دیدیم که سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی طولانی شد هرچی انتظار کشیدیم این سجده سجده معمولی نیست خیلی طولانی بود رسول الله صلی الله علیه و سلم سر از سجده بر نمی داشتن شداد می گوید که من یا واشاکی به قول معروف سرم را بلند کردم و نگاه کردم ببینم چه اتفاقی افتاده چرا سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم امروز طولانی تر شد یت تو سر بلند کردم و نگاه کردم دیدم که حسن یا حسین یکی از این دو نفر بود بر پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم سوارند و رسول الله هم در حالت سجده است میگم من دوباره سرم رو گذاشتم به سجده بعد از این که نماز تمام شد مردم از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند که یا رسول الله شما در این نماز خودتون سجده نمازتون خیلی طولانی و غیر معمول بود ما ترسیدیم که خدای نکرده برای شما اتفاقی افتاده باشه یا فکر کردیم که شاید وحی بر شما نازل میشه به خاطر این نماز خودتان رو طولانی کردیم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده نه هیچ کدوم از اینها نبوده <تصفح> واقعتش این است که این فرزند من وقتی که من به سجده رفتم مرا سواری و مرکب خودش قرار داد از من سواری گرفت اومد روی کمر من و پشت من سوار شد و من هم دوست نداشتم که خوشحالی فرزندم ناتمام باشه گفتم بذار که دل سیر سواری بگیره و راحت باشه به این خاطر من نماز خودم را سجدهش را طولانی تر کردم این واقعا بزرگترین فضیلتی هست برای حسن و حسین که جدشان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و مورد تربیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم این همه با آنها مهر و محبت داشتند